نقل قول داریم از استاد ناشناس. وقتی میگوین که فلان شخص اسطوره موسیقی است، باید امیج در قدم اول تعریف مشخصی از اسطوره داشته باشیم. چند روز پیش برنامه هچام داشتن اشت صبح که تندیس از فرهاد ساختن، فرهاد دریا رو برنامه اسطوره و این و آن چه کردن، که بعدم دکتر صاحب سرمست دو نامه روان کرد بر روزنامه اشت صبح. روزنامه اشت صبح جوابی خود داشت، اما جوابشون بازی با کلمات بود، جواب قانع کننده برای استاد سرمست نبود. اما اسطوره کی رو میگه؟ که مخصوصا برای یک هنرمند که این شخص به گونه در موسیقی تاثیرگذار باشه و آثارش نه تنها در زمان خودش بلکه در بین نسل ها نیز مورد بعد خودش مورد توجه قرار گرفته باشه و الهام بخش باشه. که از جمله ما شما میتونیم میبینیم که 50 سال است که احمد ظاهر سرطان قلب هاست و ولی هنوز امور نمیتونن از دید دکتر صاحب ناشناس که اسطوره بگن. دیگه ای که ممکن است با ایجاد سبک‌ها یا تکنیک‌های جدید در موسیقی مرزهای سنتی را جابجا کرده و به توسعه هنر موسیقی کمک کرده باشه. و دیگه ای که کسی که بر اسطوره نامیده میشه، این فرد توانسته باشه با موسیقیش ارتباط عمیق و احساسی با مخاطبان برقرار کنه، به طوری که آثارش در دلها و ذهنها باقی بمانه. و دیگه ممکن است که نماینده یک دوره خاص، یک جنبش یا یک پیام اجتماعی باشد که تأثیرش فراتر از موسیقی بوده و بسای جنبه های زندگی انسان ها نیز سرعت کنه. در کل وقتی کسی را اسطوره موسیقی می نامند، به نوحه با بزرگترین دستاوردها و تأثیرات او در دنیای موسیقی و فراتر از آن اشاره می کنه. اما آیا به کسی که کمتر به موسیقی خدمت کرده خطاب کردن اسطوره یک جفا نیست؟ دقیقاً بله، جواب شما بله است. در بعض موارد خطاب کردن کسی که به عنوان اسطوره در مقایسه با دیگران که به اندازه کافی در حوزه خدمت کردن میتونه ناعادلانه و جفا باشه. عنوان اسطوره به معنای دستاوردهای بزرگ و تأثیر عمیق بر جامعه و فرهنگ است. اگر فردی به اندازه کافی در موسیقی خدمت نکرده باشه یا تاثیرگذار نبوده باشه، ممکن است این عنوان به او تعلق نگیره. این نوع انتصاب ممکن است موجب نادیده گرفتن تلاش ها و دستاوردهای واقعی کسانی شود که به طور مداوم در این حوزه فعالیت کردند و به پیشرفت آنها کمک کردند. بنابراین لازم است با دقت و انصاف از عناوین مانند اسطوره استفاده شود تا از درک واقعی هنرمندان و خدماتشان محافظت کنیم. ارزیابی یک هنرمند باید بر اساس تأثیراتش بر جامعه، کیفیت آثارش و همچنین نیت و فلسفه پشت کارش انجام شود. نظرات شخصی درباره یک هنرمند همیشه تحت تأثیر تجربه ها و دیدگاه های فردی قرار می گیرد، چنان که اشت صبح در رابطه با فرهاد دریا انجام دادند و ممکن است برای هر کس متفاوت باشه. این بحث ها می تواند با گفتگوهای عمیق تر درباره هنر، مسئولیت اجتماعی و ارزش های فرهنگی منجر شود. که با این خصوصیات بیندگرامی و با می مختصر و بررسی میبینیم که آنچه را که بسیاری در رابطه با فرهاد دریا میگن، با وجود اشتباهاتش که ما همیشه تلویزیون و رادیو گفتیم سوی استفاده هایش، مثلا در 20 سال اخیر که چی کارهایی نکرد در دوره جمهوریت و پیش از یک 2-3 سال پیش از کنسرت هایی به نام اطفال داد و کنسرت هایی به نام چاپ کتاب قهار آسی داد که نه قهار آسی کتاب چاپ شد و نه کمک به اطفال رسید و نه آهنگی که از صفدر توکلی بود که همگی پک براریم، که آهنگی که فراد دریا گرفت و خواند $50,000 ملل متحد برش دادن، از اون پول یک سنت هم به صفدر توکلی دادن نشد. دیگه من فکر میکنم که نه اسطوره است و نه شایستگی ای عنوان داره. و حتی دوستانی که در تلویزیون بودن یادشان است که رو آوردنش به موسیقی هم داستان جداگانه داره. جمیله پلوشه که از کمونستای بسیار آتشی بود و خالش میشد، یعنی وسیله شد تا تمام امکانات در رادیو تلویزیون در اختیارش قرار بگیره. و برحال برگردیم به بخش از مصاحبه استاد ناشناس با محترم صبور سیاسنگ، ولی قبل از اون میخوایم یک یادآور شم در رابطه با استاد ناشناس. هنرمند مشهور کشور ما ناشناس به عنوان یک شخصیت مهم در عرصه موسیقی و فرهنگ افغانستان شناخته میشه.
او با استفاده از سبک‌های نوین و ادغام فرهنگ‌های مختلف توانسته است به محبوبیت زیاد دست یابد. آثارش نه تنها در داخل کشور بلکه در میان افغان‌های مقیم خارج و دیگر مخاطبان جهانی نیز تأثیرگذار بوده است. ناشناس با صدای منحصر به فرد و توانایی در انتقال احساسات و خوبی توانسته است فرهنگ و هویت افغانستان را در آثارش منعکس کند. همچنین او به بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی از طریق موسیقی پرداخته و بسیاری را به تفکر واداشته است. به طور کلی استاد ناشناس به عنوان یک هنرمند تأثیرگذار می تواند به عنوان نمادی از خلاقیت و روحیه مقاوم در برابر چالش ها و بحران های عمیق اجتماعی شناخته شود. در هر حال قضاوت درباره هنرمند باید بر اساس کیفیت آثار و تأثیرات او بر جامعه باشد. و در این بخش بیندگرامی پاسخ دکتر صادق فطرت ناشناس به جواب صفحه هنرمندان افغانستان برای معرفی یک اسطوره موسیقی می شنویم که جالب است با هم یک جا گوش میکنیم از بخش از SG 24. در برنامه از من پرسیده شد در میان دو اسطوره موسیقی افغانستان احمد ظاهر و فرهاد دریا اسطوره در سبک خودشان کیست؟ نادرستی همچو پرسش در این است که پاسخ دهنده باید از روی اجبار و الزام یکی از دو انتخاب قبلا تعیین شده را بپذیرد و بعد اومان انتخاب را توجیه کند که این خلاف اصول و منطق ژورنالیسم است. مقایسه هنرمندان محبوب در هر رشته هنری به این گونه برای دریافت جواب از جانب من یا توسط هر مصاحبه شونده دیگر زیبندنه، زیرا می تواند منبعی هر نوع سوی تفاهم و سوی تعبیر گردد. این بحث در رسانه ها پرداز یافت، شماره نوشتند، از اسطوره‌های خود گفتند و حتی مناقشه های هم صورت گرفت. دوستان دوباره از من خواستند تا در این زمینه دیدگاه هم را بگویم. در افغانستان با واژه های استاد، فیلسوف و حتی علامه نیز با دقت لازمه برخورد نمی شود. ما نمونه های فراوانی از کاربرد نامعجه این اصطلاحات داشته ایم که دیگر با دریغ عمومیت یافته است. در گذشته دولت ها بدون بررسی های اکادمیک شخصیت های معینی را علامه خواندند که هرگز در خور نبوده است. واژه علامه در زبان عربی هم ریشه علم است و معنی دانستن یا آگاهی را دارد و به شخص می تواند گفته شود که در علوم مختلف دانش گسترده و ژرف داشته باشد و به اصطلاح خبیر بسیار دان یا عالم جامع الکمالات و کثیر الابعاد باشد. در شرایط فعلی که دیگر دولت و مرجعی صاحب صلاحیت در کشور نیست، شماری از رسانه ها و نهادها به خود حق و صلاحیت دادند که برای افراد و اشخاص این القاب را برگزینند و در رسانه های اجتماعی هم این واژه ها به گونه غیر مسئولانه بسیار سخاوتمندانه پخش نمایند. کاربرد استاد در زبان روزمره عوام آنقدر جا افتاده است که دیگر فرق میان اصطلاح عامیانه خلیفه کاسب با اصطلاح استاد یا استاد دیده نمی شود و چه خوب است اگر عد امکان از استفاده آن خودداری شود تا این واژه دوباره مفهوم اصلی خود را دریابد و به جایگاهش بازگردانده شود. به همین منوال چند است که واژه اسطوره را نیز از قالب مفهوم اصلی آن بیرون کشته و در سبد ادایای خیش گذاشتن. پیش از پرداختن به این مقوله خوب است اگر نگاهی به جامعه، بستر فرهنگی، جایگاه هنر در چارچوب قوانین کشور، ذهنیت مردم و ظرفیت‌های هنری خیش بیاندازیم. می توانیم حکومت کنونی طالبان و برخورد آن را با پدیده های هنری و فرهنگی بنابر عدم رسمیت آن در سطح جهان و عدم پذیرش آن از جانب مردم افغانستان نادیده بگیریم و شامل این بحث نسازیم. مگر ذهنیت اکثریت عوام در مورد موسیقی، سطح سواد و آگاهی مردم، شناختشان از هنر و آشناییشان با موسیقی موارد اند که میزان و معیار سنجش ذهنیت جامعه را می سازد. بحث دیدگاه اکثریت را گرچه باید احترام گذاشت ولی می دانیم که پرسش انگیز است، چون رأی مردم، سلیقه ها و حلایق شخصیشان به افراد و در نهایت پرداخت ها و انتخابشان بر پایه سنجش های علمی و معیاری جهانی استوار نیست. در کشوری که هنوز موسیقی بنا به تفسیرهای دینی بدعت پنداشته می شود، اگر هنرمندان یا آوازخوانان از هم نسل های من و پیشتر از من قد افراشتن، جسارتشان برای مقاومت در برابر این تفکر موسیقی ستیزی مورد ستایش بوده است. آن پیشگامان ساز و موسیقی توانستند این راه را برای نسل های امروز و پسین ها باز کنند و موسیقی را من حیث یک پدیده مورد نیاز جامعه مطرح سازند. ما
هنرمندان انگشت شمار در گونه موسیقی خراسانی، موسیقی سنتی و باستانی در کشور داشتیم که این موسیقی هیچگاه به شکل علمی در افغانستان معرفی و مطرح نشده است و آرزو داریم آینده ها پیگیرانه و رسالتمندانه به آن بپردازند. موسیقی ایندی در افغانستان از دوره امیر شیرعلی خان رواج یافته است و امروز در میان موسیقی پردازان کشور عمومیت دارد. این موسیقی از کشور به این سرزمین راه یافته است که ریشه در عبادات، سنت‌ها و فرهنگ اصیل آن سرزمین داشته است. موسیقی در زندگی و بیشترین روابط مردم و ذهنیت اعتقادی جامعه ایند جاری است. هنرمندان فراوانی در گذشته و نسل‌های جوان این مردم قد افراشتن و به اصطلاح خودشان عجوبه‌های شدند. ولی ندیدیم که در آنجا با واژه ها با چنین بی‌پروایی بازی شده باشد. به همین دلیل در اقلیم موسیقی هندوستان نه تنها طلعت محمود، محمد رفیع و مکیش، بلکه لتا منگشکر، جگجیت سنگ و سیگل را کسی یا مرجع لقب اسطوره نبخشیده است. در بهترین صورت آنها را با اعزاز و تکریم هستی عظیم می‌نامند و به همین لقب بسنده می‌کنند. بگمان ما نیز هنرمندان بزرگ داشتیم که ارزشمندترین کارها و آثاری را برای معرفی موسیقی ایندی در افغانستان ارائه کردند و در گسترش دامنه آن در سرزمین ما تلاش‌های سودمند کردند که برای همواره قابل ارج گذاری بودند. من هم آموزه‌هایی از آن سبک‌ها داشتم و خود را رهرو آن موسیقی می‌دانم، ولی برداشت‌ها و معیارهای من برای اسطوره‌سازی در هنر موسیقی متفاوت است. امروز پس از بررسی بینش خود در میان هنرمندان عرصه موسیقی در افغانستان اسطوره‌ای نمی‌بینم. البته اسطوره‌سازی در بیشتر فرهنگ‌ها برای شخصیت‌های تاریخی که فوت شده باشند و تأثیر ماندگار بر فرهنگ، هنر یا اجتماع گذاشتن به کار می‌رود. یعنی اسطوره‌سازی زمانی رخ می‌دهد که آن شخص با کارکردها یا آفرینش‌هایش به عنوان یک نماد فرهنگی و ماندگار و اثرگذار شناخته شود و پس از مرگ تأثیرات بلخواسته او توسط گروهی از نخبگان، کارشناسان و محققان این عرصه تثبیت شده و به نهادهای عالی تر برای بررسی بیشتر برای طی مراحل معین جهت تصویب رسمی ارائه شود. در موارد خاص شخصیت های در قید حیات هم می توانند به دلیل تأثیرگذاری بسیار عمیق و گسترده که در فرهنگ و هنر گذاشتند و پیروان و رهروانی داشتند و جامعه ایشان را فراتر از یک هنرمند عادی بپذیرد اسطوره پذیرفته شوند. در کشور ما هنوز واژه هنرمند در عرصه موسیقی نیز به گونه درست جا نیافتاده است. در میان شمار زیاد این تصور وجود دارد که آن کسی که به یکی از آلات موسیقی آشنایی داشته باشد یا بتواند پارچه ای را اجرا کند دیگر هنرمند است. تا زمانی که ما جایگاه هنرمند را در برابر آوازخوان و موسیقی پرداز تشخیص نتوانستیم به پله بالاتر نمی رسیم. گاهی از من پرسیده شده است که به کدام سبک می خوانم. می خواهم بگم از دید من شاعران چون حافظ و سعدی و مولانا نخست سبک که برای خود انتخاب نکردند اثر آفریدن و شعر نوشتن، سپس مردم شیوه نگارش ایشان را بررسی کردند و برایشان سبک قائل شدند. من هم برای نخست سبکی نساختم. اثر آفریدم، موسیقی را با شعر و ابیات شاعران مختلف در گونه‌های متفاوت آزمودم، بررسی سبک کار خود را به صاحب نظران این عرصه واگذار می‌شم. آرزو دارم پاسخ قناعت بخش ارائه کرده باشم و خواننده به این نتیجه برسد که هر رهنمای کودکستانهای موسیقی استاد نیست. آوازخوانهای نوپایی که به خصوص به جز پرداختن و خواندن روی استیج دیگر هیچ کاری برای رشد شخصیت هنری خود نکردن و حتی متن سروده ها را نیز اکثرا اشتباه میخوانند شاید هنر دوست باشند اما هنرمند نیستند. آهنگسازان ذوقی که روحیه محتوای ابیات انتخاب شده ایشان با طرز تهیه شده سازگاری و همنوایی ندارد آهنگساز خوب نیستند و ما با این عمل لغزش ها هنوز گام های بسیاری برای شناسایی هنرمند در پیش داریم، چی رسد به اسطوره شناسی و اسطوره پراگنی.